زندگی جنجالی مارینا گلبهاری، هنرپیشه نامدار افغانستان، از فروش مجلد تا شهرت جهانی. سلام و درود تقدیم تک تک شما بیننده های عزیز، به کانال ما خوش آمدید. در این ویدیو زندگی نامه و هر آنچه در مورد زندگی مارینا گلبهاری تا هنوز نمی دانستید با شما عزیزان شریک خواهم ساخت. امیدوارم با ما همراه باشید و برای حمایت از ما کانال ما را سابسکرایب کنید. مارینا گلبهاری متولد سال 1989 بازیگر افغان است که در کابل متولد شده است. او به خاطر بازی در نقش اساسی در فیلم اسامه در سال 2001 شهرت جهانی کسب نمود و در آن فیلم او برای حمایت از خانواده خود در سالهای طالبان مجبور شد لباس پسرانه بپوشد و نقش یک پسر را بازی کرد. مارینا گلبهاری در سال 2001 میلادی هنوز 10 سال داشت که در سرکهای شهر کابل مجله میفروخت که در آن زمان در فیلم افغانی اسامه نقش مرکزی را با کارگردانی صدیق برمک بازی کرد که در آن فیلم خوب درخشید و به یک ستاره سینمای افغانستان مبدل شد که این فیلم جایزه گلدن گلوب را به دست آورده و در بین فیلم های خارجی یعنی کاندید جایزه اسکار همچنان گردید. این فیلم مارینا با استقبال بسیاری از منتقدین از جمله ریچارد نلسون جمهوری آریزونا که نوشت هیچ نقصی در بازیگری مارینا گلبهاری وجود ندارد روبرو شد. مارینا گلبهاری در فیلم های متعدد از جمله اسامه، جنگ تریاک، روشنک، قربانی، ناخلف، خاک در مرجان، دسکول گم شده، امینه و غیره بازی کرده است. مارینا گلبهاری با نورالله عزیزی که یکی از عکاس‌های ماهر افغان است در سپتامبر سال 2015 ازدواج نمود. شوهر مارینا هم مانند میلیون‌ها افغان دیگر که در اثر تهاجم اتحاد شوروی سابق مهاجر شده اند در دهه 1980 میلادی در غربت در پاکستان بزرگ شده است و با خوابیدن در زیر خیمه و عبور از کارهای دشوار مانند کار در فابریکه بودسازی به سینمای افغانستان را یافت و با اندام ورزشیش نقش یک پلیس را بازی کرد که با طالبان می جنگید. نورالله عزیزی با مارینا گلبهاری از طریق شبکه اجتماعی فیسبوک ملاقات کردند و آشنا شدند و آشناییشان به ازدواج انجامید، اما این وصلت توسط خانواده عزیزی استقبال نشد، طوری که حتی در مراسم عروسیشان در سپتامبر سال 2015 میلادی اشتراک نکردند. آقای عزیزی گفته بود خانواده‌ام از اینکه همسرم یک هنرپیشه سینما است می شرمند و اینکه عکس او را همه جهان دیده است. بعد از ازدواج آنها زمان زیاد سپری نشده بود که درد سر جدی برای آنها پیش آمد. یک عکس مارینا در حالی که سرش برهنه بود در فستیوال بوسان در سال 2015 میلادی در کره جنوبی گرفته شده بود و این کار خشم محافظه‌کاران را برانگیخت و او را از طریق شبکه‌های اجتماعی بدکار خواندند و این مسئله باعث شرم بیشتر خانواده شوهرش گردید. مارینا گلبهاری در آن زمان گفته بود که ملای قریهشان در ولایت کاپیسا گفته است که او حق ندارد به آن منطقه برگردد و مارینا باید بمیرد. فامیل‌هایشان نیز پیام‌های تهدید به مرگ را دریافت کرده بودند. اندکی پس از آن بمبی در باغچه حولیشان در کابل پرتاب شد که انفجار نکرد. آنها پای هم تهدیدهای تلفنی دریافت می‌کردند و این زوج مجبور گردیدند از خانه به خانه دیگری بروند. در اواسط ماه نوامبر همان سال آنها به نانت واقعی در غرب فرانسه آمدند که مارینا در جشنواره باید ظاهر می شد. اما خانواده آنها که نیز تهدید به مرگ می شدند به آنها گفتند که باید در همان جا بمانند.
بعد از آن این زوج در فرانسه پناهنده شدند. پس از گذراندن 6 ماه در یک کمپ پناهجویان در سال 2016 به عنوان یک بازیگر در فستیوال کان از او دعوت شد و در سال 2017 در فیلم به نام تامبوی ایفای نقش کرد و سپس از آن در سال 2018 در مستند مبتنی بر داستان زندگیش با نام دور از کابل ظاهر گردید. مارینا، شوهرش و دختر کوچکش فعلا در پاریس فرانسه زندگی می کنند. شوهرش در افغانستان کارگردان سریال ها بود، اما او فعلا در عرصه مدلینگ و عکاسی فعالیت دارد و خودش همچنان در عرصه سینما فعالیت داشته و می خواهد مستندهای متفاوت تقدیم علاقه‌مندانش کند. تشکر از اینکه با ما بودید. در ادامه عکس های از مارینا گلبهاری و شوهرش را با هم میبینیم. امیدوارم از دیدن این ویدیو لذت ببرید.